به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به زندگی خانم هنگامه قاضیانی و حواشی اون پرداخت. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. خانم هنگامه قاضیانی از بازیگران و خواننده ها و مترجم های خوب ایرانی، متولد 30 اردیبهشت سال 1349 در شهر مشهد. از همون کودکی قبل از اینکه به مدرسه بره عاشق موسیقی بوده و در کنار اون به خاطر کتابهایی که مادرش براش میخریده به دنیای داستانها وارد شده بوده. اون توی خاطراتش میگه مادرم معاون بانک بود و هر روز وقتی از سر کار به خونه برمیگشت برام کتاب داستان میخرید و تا میرسید خونه اون رو برام میخوند. از همون زمان توی خیالاتم خودم رو جای شخصیتهای داستان تصور میکردم. هنگام قاضیانی با توجه به ازدواج در سن خیلی کم و بچه دار شدن در 18 سالگی تونست تحصیلاتش رو در رشته جغرافیای انسانی و اقتصاد در مقطع کارشناسی در مشهد ادامه بده و تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به آمریکا بره. اون به آمریکا رفت و در رشته فلسفه غرب از دانشگاه سان فرانسیسکو کارشناسی ارشدش رو دریافت کرد. از ازدواج و طلاقش هیچ اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما اون در مصاحبه هاش از زندگی تنهایی با پسرش اشکان گفته و اینکه چقدر این اختلاف سنی کم باعث رابطه خوب بین اونها شده. خانم قاضیانی در کنار ترجمه کتاب هایی که میکنه، در کنار تنها پسرش و بازیگری، زندگی خودش رو پیش میبره و پله های ترقی رو طی میکنه. کارنامه ایشون پر از جوایز درخشانی که نه تنها داورها اون رو برگزیدن، بلکه به دل مردم هم بسیار نشسته. خودش در بین نقش هاش نقش طاهره در فیلم به همین سادگی رو خیلی دوست داره، در نقش یک زن ساده که از شهرستان اومده و مراقب زندگیشه و از اون به عنوان خاطره‌ای خوش یاد میکنه. ایشون گفته در زمان مدرسه در تئاتر فعال بودم و آمفی‌تئاتر مدرسه رو میچرخوندم. توی همون سالها به من پیشنهاد بازیگری شد که خانواده صلاح دونستن که طرفش نرم و ادامه تحصیل بدم. به این ترتیب از 22 سالگی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و وقتی برگشتم در 30 سالگی و در سال 1379 با فیلم سایه روشن حسن هدایت جلوی دوربین رفتم. بعد با گروه تئاتر لئو روی صحنه تئاتر رفتم. مادر بزرگ من در زمان خودش عالم بود و هیچ فضای بسته‌ای نسبت به حضور زن در اجتماع و هنر نمی‌دید. ادبیات، موسیقی و سینما در خانواده پدری و مادری من جاری بود. اما دلیلی که آرزوهای من خیلی دیر عملی شدن این بود که اونها این فضا رو در من دیرتر می‌دیدن. هنگام قاضیانی در سال 73 وقتی 24 ساله بوده از همسرش طلاق گرفته و این زندگی در حالی به جدایی ختم شده که این زوج یک فرزند پسر 5 ساله داشتن. خودش گفته من زن 24 ساله‌ای بودم که بچه 5 ساله داشتم و کلی از آرزوهام خراب شده بود. البته این شکست یک فرصت بزرگ برای من به حساب میومد. برام خیلی سخت بود که هم مرد خودم باشم هم زن خودم. شخصیت انسان در این جور مواقع دچار تزلزل میشه و این اتفاق خیلی تلخ و سختی در زندگی من بود. ایشون در مورد بزرگترین آرزوش گفته کشاورزی رو خیلی دوست داشتم و میخواستم در پایان عمرم یک مزرعه بزرگ داشته باشم، اما الان دوست دارم شرایط به گونه‌ای پیش بره که مدام بتونم بدون استرس در سفر باشم. گفته رابطه من و پسرم رابطه درستیه. اینو به چند دلیل میگم. مهمترین علتش اینه که دروغی بین ما وجود نداره و همین همه چیز رو درست پیش میبره. ممکنه بعضی وقتها به خاطر گفتن واقعیت رنج بکشیم، اما مهم اینه که به هم دروغ نمیگیم. من بعضی وقتها مادرشم، یک وقتهایی خواهرش میشم و اکثر وقتها پیش اومده که دوست صمیمیش بودم.
من وصیت نامم رو در سن 28 سالگی نوشتم و دائم تغییرش میدم. نه تغییرات تفکری، که تغییرات جزئی که فکر میکنم لازمه روی اون اعمال کنم. مثلا من اصلا برای خودم از مراسم خوشم نمیاد. دوست دارم خیلی ساده از این جهان برم و این رو مکتوب کردم و لایه قرآن گذاشتم. فقط یک وارث دارم و فقط میتونم برای اون چیزهایی رو تغییر بدم. من توی سن کم این افکار رو داشتم، شاید باورتون نشه، اما در سن 29 سالگی کارت اهدای عضو گرفتم. من عاشق سنم هستم، عاشق خط و خطوطی هستم که روی صورتم میفته، چون اینها به من راهی رو نشون میده که اومدم و همین به من احساس قدرت میده. عکسهایی که در این یکی دو سال دارم رو بیشتر از عکسهای جوونیم دوست دارم، چون کودک درونم هنوز زنده است. هنگام قاضیانی در کنار فعالیت‌های هنری خودش ترجمه کتاب هم انجام میده. کتاب‌هایی مثل سرزمین مرد سرخپوست، قانون مرد سفیدپوست، نوشته ویلکوم واشبرن رو هم در کارنامه خودش داره. در فیلم به همین سادگی آقای رضا میرکریمی در سال 86 که واقعاً این فیلم برای زندگی من یک اتفاق بزرگ بود، من ساری گلین رو خوندم. از وقتی که یادم میاد آواز شنیدم و موسیقی شنیدم و موسیقی چیز خیلی مهمی در خانواده ما بود. اما تقریبا از سن خیلی خیلی کم بود که فهمیدم موسیقی روح منو آروم میکنه. از 5 یا 6 سالگی با موسیقی مأنوس شدم و شروع به رقص و آواز خوندن کردم. کم کم بزرگتر که شدم و به 14 و 15 سالگی رسیدم، این موضوع به قدری برام جدی بود که دوست داشتم خونمون خالی باشه، فقط به دلیل اینکه بتونم راحت بخونم. در دی ماه 94 در تالار وحدت کنسرت موسیقی بانوان رو در مقام خواننده با اجرای قطعاتی به یاد موندنی از موسیقی ایران با تنظیم رضا تاجبخش روی صحنه برده. ایشون گفته: صادقانه بگم به شدت به این موضوع اعتقاد دارم که نیروهایی به من کمک میکنه که مسیر درست رو برم، وگرنه ممکن بود من هم مثل خیلی ها راه اشتباهی برم. فکر کنم خدا خیلی دوستم داره که تا حالا اتفاق یا حاشیه‌ای در شغلم نداشتم. کارهای سینمایی خانم قاضیانی: زعفرانیه، به وقت خماری، یک قناری کلاغ، هاری، آزادی مشروط، ساکن طبقه وسط، بشارت شهروند هزاره سوم، من مادر هستم، سعادت آباد، نیلوفر، به همین سادگی، به آهستگی. کارهای تلویزیونی ایشون سرزمین کهن و در نمایش خانگی در سریال همگناه بسیار عالی درخشیدن. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.